خداوند انسان را که برترین آفریده او بود و خود اشرف مخلوقاتش خواند، به وجود آورد تا با بینش و نیروی اندیشش از مواهب طبیعت بهره گیرد. از این رو ذره از نور خداییش را با گل آدم سرشت و فرمان داد تا فرشتگان آسمان در برابرش به سجده درآیند. همه در برابر آدم به سجده نشستند مگر شیطان. چگونه میتوان موجودی پست و خاکی را سجده کرد؟ این حدیثی سراپا رنج و درد و من هرگز در برابر اون سر تعظیم فرود نخواهم آورد. خداوندا مخواه از من آنچه که برایم بس حقیق است و ناروا. چگونه میخواهی در برابر آدم بر خاک افتم؟ من که زاده آتشم، نه آرام و سرکشم. اوست که از خاک است، آلوده و ناپاک است. اگر خاک ها جای در پستی ها و آتش را راه بر بلندی هاست، پس سجده کردن من بر او بس نادرست است و ناروا. خداوندا بیندیش از آن که فرشته‌ای مقرب درگاهت بودم، بنده سربراهت بودم و تنها ملک راستین و دلخواهت بودم. مخواه که حرمت خیش از یاد برم، از خود بگذرم و جز تو در برابر کسی دیگر سر تعظیم فرود آورم. و بدین سان شیطان که از فرمان خداوند سرپیچی کرده بود، از زن به صحنه آفرینش خوانده شد. نان، آب و نان، درگیری جاودان برای انسان و این داره است همان که به فرمان یزدان برحضر شده است انسان از خوردن آن. باید به فریبمشان تا برانم ایشان را از آسمان چگونه و کجا. دست هوا، زیرا که اوست خواسته های شیطان را.
فرزندان آدم در زمین جای گرفتند. یک، دو، و دو صدها زندگی انسان‌ها در کنار یکدیگر قوانین و مقرراتی را ایجاب می‌کرد به مسالمت‌آمیز را پشتوانه باشد. حقوق هر کس در چارچوب نخستین پایگاه‌های زندگی گروهی بشر شناخته شد و تجاوز به این حقوق ابتدایی مذموم و ناپسند به شمار آمد. و از این زمان است که انسان آگاهانه حقوق یکدیگر را مورد تجاوز قرار می‌دهد. Oh, my God.
اشرف مخلوقات عالم با اراده سست و کینه محکم و سرانجام آلوده شد دست آنان بر خون هم. منم شیطان، هیولای زمین و آسمان، پدید آورنده انسان کشی به دست انسان. حال بیاری مشتی عنصر پست و بدگمان، تسخیر می کنم روح اورانی سهل و آسان. در دام جهلش می نشانم و به آلودگی و رزانم. این دختر قشنگ به کسی تعلق داره که بیشتر از دیگران به اون شواش بده.
خوشا بشین. بالمونی را چمون بردی فقط به سور و باسو نیست. بالمون اونه که دست به پر شالش بکنه و هرچی داره برسه تو داریه. حالا ببینید که پهلوان برزو چطور همه تونه کنف میکنه. ببینیم و تعریف کنیم. ما یکی که خاک پای پهلوان برزو هستیم. هرمون کلش لعنه آدم زنده وکیلو به سینه میخواد. انقدر سنگ پو به سینه نزنید. اون خودش یه پا مرده. حالا میبینی چقدر به دخترش شواش میده. تو دیگه چی میگی بادم چون دار قابچی؟ امشب زیر گسر خدمتت میرسم. یارو پر و سخاوتت رو نشون بده. کجا؟ برش کن! ببینین چیه؟ انگار امشب اینجا بوی خون میاد. ما دیگه هرش نیستیم. با اجازه بزرگترا. یا فکر میکنم همه دار و ندارش همین یه سکه بود. ما مثل بعضیا باجه گردن کلوفتی نمیگیریم. اگه تو همه این پولا یه سکه باشه که بشه حلال و حلالوار خرجش کرد، اونم همین سکه ماست. ببخشینا، منظور شما از پول حلال چیه؟ پولیه که از عرق جبین و پینه دست به کف میاد. پهلوان، پول حلال که جا خرجش اینجا نیست. چرا؟ این دخترم یه جور محتاجه. میگم که مثل اینکه پهلوان تو زده. آره داشم، خدا نکنه قدار پهلوانی سنگ بسره. اون وقت ترسو میشه و پرها قدارشم به قلافش میچسبه. رخصت مردم. دلم میخواد تو شماها یکی از جاش جم بخوره تا سنگ قدارم رو با خونش پاک کنم. تو مهراب، تو جعفر، تو اسکر، تو لطفلا، تو هر کدومتون که امیدوزی از سوات چه زدی؟ اگه رخصت بسید بخین! خیلی وقت بود که دنبال این فرصت میگشتم. پهلوان ازت ممنونم که این فرصت رو به من دادی تا با تصفیه حساب کنم. بفرما. Oh,
میگم نه. این از مردونه که به دوره تو محلی که همه واسه عشق جمع شدن کسی کشته بشه. خدا همه مونه به راه راست هدایت کنه. خدا اهلت کنه جوون. نه استاد من، این تنها مرگ یک انسان نیست، مرگ انسانیت است. این طلوع نامردی ها و غروب جوانمردی هاست و بد و به حال بشر. خاموش شای خیل سر زیر سخنان سکرآور. ناراندیش آن است که در این ره گذر از خاور تا دختر اقیانوس ها سر به سر لبریز گردد از خون بشر و در اجراجن و و با دستاویز شهوت و شراب به مرز شقاوت و جنایتش میرسانم. عدالت از آنجا که از شایستگی های تو آگاهم بیمی دارم که تو هستی از یاران خوب و همراهم، بنابراین از تو میخواهم که با دل و جان در مبارزه با موجودی به نام انسان در سراسر جهان قیام کرده و او را با یاری جهل و نادانی، زشتی و بدگمانی در برابر اندیشه های روشن انسانی سازی ناتوان. قیالت تخت باشه از جهالت، نده استاد من مای و خجالت. جهالت کایشو عالی میدونه، به بد جایی بشیم میکشونه. آخه با عقل و دانش دشمنم من، بلای جون حیمید و زنم من. بنی آدم اگه جاهل بمونه یه یوز خوش نبینه تو زبونه. بشای با مخلصت آدم نمیشه، یهو خی میشه و کم کم نمیشه. برای این خران پالان نداریم، تأمل کن که ما پالان بیاریم. و تو ای مظهر غارت و پستی که از یاران با وفای من هستی و میدانی که من از تو انتظارها دارم و تو را از مهره های محکم خیش میشمارم، حال با ما در اجرای این رسالت که اندیشیست آیا در خیالت برگوی رزار. منم از بندگان درگه تو، یکی از چاکران کوته تو. آدم تو دست این چاکر اسیره، آخه بازی چه دست حقیره. منم کاری تر از جهل و جهالت، جهالت میکشه پیشم خجالت. به هر جا مخلصت پا میگذاره دمار از نسل آدم برمیاره. منم استاد ناپاکان اولم، تموم زشکاری های آدم. بسن نارو زدن تایی نداره، کلک از سر تو پای من میبره. خلاصه اون چه پستی هست تو دنیا، نظیر دزدی ها و جیبری ها، همه زیر سر این جان ساره. بنی آدم زمه کلی شکاره. ببین با چار انگوش قد و بالا چه قوایی به پا کرده تو دنیا. و تو ای جنایت که به خون آلود دست هایت، از تو میخواهم که زین مبدع تا بی نهایت نرسانی بر نوع بشر خیری به جز شر. جهان را میدونم دریایی از خون به دست آدمی با مکر و افزون. زمین را می کنم صحرای محشر برادر کشته خون برادر. جنایت پیشه می سازم بشر را که داریدن خون یک دیگر را. بله این هم لا رقم مساوات
قرار داد بسته با دنیای اما. یکی از دوستان بند جنگ که از با بازیش توپ و توپنگ به او از من زد در یک اشاره کند زد آب شرادی که باره. انگیزه این کار جهل است، برای جاهلان این فعل سهل است. بله البته گر جهل جهالت و یا نامردمی های رزالت کمی با بنده همکاری نمایند گره بسیار از کارم گشایند. جنایت با رزالت گر شود یار از اون فرعون ها گردد پدیدار. خاک بیفتی در مقابل خدای خدایان خود فرعون. اسیران به نام بخون فسور بکوشی از دل آسمان ها برخاست و این پیام خدا بود که می فرمود ای موسی به شب هنگام آن زمان که چراغ ما بر تارک تاریکی ها می درخشد به نزد فرعون رفته و او را بگوی آنان که در صحرا به نیایش خدای خود سر به آسمان برمی دارند دوستان منند، هشدار که آنان را از ظلمت گناه و گمرهی و گرایش به رفتار زشت اهریمنی رهایی بخشد. آنان را بگوی که خداوند بر پندار و رفتارشان بینا و بر تعیین سرنوشتشان نواست. ای صوف امسان رو بخواه و این بیرزه های آتران چگونه گذاشتید مردی بینامشان از شهر انسان راه یابد به عرش آسمان و مبارزه کند با شیطان. عجیب است آیان با تو نیستم. این همه جهالت و نادانی در کار نابخشودنی از بند به آب دادی جهالت برو قربون خالت شدم من جای تو قلق خجالت. ای وای به حالت باز کهیدی تو کار من دخالت از روی بخالت آخه کتوله یه پسه بی اصالت تو رو چی به بکالت خفشی بس میگه لاکس خفشو انچوچک دست هوای چهیدی خکی احوال لحن. ای جوان خوشمان هم آنه من به شما رخصت نخواهم داد که چنین نگاه گسیخت و آزاد دهان بکشایید و این سخران پوچ و بیبانیان. آرام حیوان تو چرا بغزه ترکید؟ تو دیگر کیستی؟ ای همچون رهروان دیار نیستی؟ من جسم شهبت و بلند شوامت من که دارم تو جهان شنی با سلامت. روز تو چشم غروب میشه آروم میشه چخون میشه عاشق این برق نگاه خوش میشه مثل چون میشه خوش میشه مثل چون میشه این دل من پیر و جوان نمیشد نام و نشون نمیشده بر زبون دلت میخواد حرف میزنه گرچه زبون نمیشده
کنه. من کاری رو سوایش با کم میکنم. ای حضرت ابلیس که هستی به جهان شهره به نیرنگ و به تدریس، فدای قدمت شیشه عمرم، ز تو فرمان نبرم از که برم حضرت شیطون. آخه من مست و خرابم که میگن باعث رنج بشر و درد و عذابم، با این همه نه چون کاری وقتا روی هر آتشی آبم، پای هر عشقی میشینم، غم هر دردو میبینم، میبینم زار میزنه یاروی از درد جدایی، دیگه این وقتا فقط کار من عقده گشایی، کاری وقتم جون تو کفر منو در میارن، حوصله‌مو سر میارن، من نمیفهمم آخه کی گفته که من اهل ثوابم، که من این مطلبو حتی خودمم در نمیابم. شیطون تو خودت خوب میدونی بند شراب همه رو گول میزنم چون مثل آبم، تو شیشه خیلی میخوابم اما اون وقتی بیدارم که توی جون آدم درکش و تابم، توی جلدی همه میرم همه رو خیلی میگیرم. پدرایی که پسرهاش رو کشتن، اونا که تنها رفیقا رو گذاشتن، اونا که چاقوهاشون سینه مردم رو دریده، اونا که ذائقهشون لذت رحم نچشیده، جون تو من توی جلد اونا هستم همون وقتایی که مستم. گوشم دشمن و دوست راز میخونه، مسته نصف شبی آواز میخونه، راز سربستر رو روباز میخونه. همش حرف، همش حرف، چقدر حرف، 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 حرف. این یامسرایی ها چیست که گوش کسی بدان به دکار نیست؟ حقا که وجود همه شما از لیاقت شایستگی توهیست. دیگه قایبان، ما جا بی عیزه هم انقدر ندونیم، ما را اینجوری هم از درگاه استاد نرونیم. همین الان با یکی وعده دارم، نمیخوام یارو رو تنها بذارم، با همون مرد شکارش میکنیم که بسونها که بکارش میکنیم. کیه اون؟ پیدو من موسیونه اون، اون مریده منه. گستاخی نکن ساویدی. Thank you.
زبان گوش کنید، این شراب از که حرف میزند به دستور من نرون روم در شاله آتش میسوزد. منظره با شکوهی شما ای شعله‌های سرکش بروید به آسمان‌ها به جوپیتر بگویید که نرم از همه خدایان برتر است. خشم خداوندگار بزرگ می سوزد. آنها که بر فضیلت و آدمیت هوش نهادند و چون دیوانگان گمراه و سیه قلب بر زنان و طفلان رحم نکردند و سباب دنیا را بر لذت شراب برتری دادند و خوشا بهار خدا پرستان که بر مسکینان و زیر دستان محبت روا داشتند و هرگز آلوده نشدند به غرور و شهوت و تن فرو ندادند به پستی و جهالت. پشت سرت جهالت آخه چه یایه دارد؟ چون که تو وسوسه خری، از همه جا بی خبری، مختصری بی هنری، در به دری از همه در مونده داری، بی اثر و بی سنری، اهل چه چیز هم نداری. القهرم کرهری وای آن تو چک دهو. پس این خوفیش کنه؟ خوفیه و تی خوفیه، همون که گفتم خوفیه. اگه تو شاعری من بچه شیم گجو پی تو پلو نمی پذیم. من هر ندیدم مثل تو شفتک بزنه، ار بکنه قز بگیره چک بزنه. آقبت میگیمه میکشمه میکنمت یه لقمه. فگه که باشی، خری که باشی، میزنمت زغلمه. سجد چی بود؟ گفتم چی بود؟ چی بود؟ چی بود؟ کجا بود؟ داده از این برا بود. لالای برای لالای لالای یک باشی ها و سرا بی دست و پا با کار خود داشتا دور من گرد آمدند. تو ای دجال، ای پالان دوز ماه و سال، پس چنگام پالان خرب و حیا میگردد تا شاید نفسی به درد دل من برسی. اولا که پالان هنوز پاره است، وانگهی این کار مستلزم استخاره است. نفرین بر شما یاران بیوفا. به درای شغارت. فدایان بزرگی و سخاوت، روحی سوس انصر بی دست و پا که گرفتان دور بر مرا. من به داستی میدارم که چرا شکست خودم آز میگردن از هر ماجرا. نابجا کلاه بندگی بر سر امر معتبر کسیست مرا در نظر که مادر ده نزاید چون او دگر. هایل هیتلر
کوچه، شرق تا غرب و هر ملیت و نژاد رو نابود میکنم. برای من کشتن ده ها هزار، صد ها هزار، میلیون ها و بچه تمام مردم جهان اهمیتی ندارد. هیچ اصل و منطقی رو مغز پوسیده من قبول نمیکنه و هر چند بخواد ما رو از پشت مورد حمله قرار بده، مرگ و نابودی او حتمیست. همه برای یک کس و یک کس هم برای یک رهبر، و اون رهبر هم فقط من. من برای رسیدن به قدرت و نابودی کشورها دست به تهیه تجهیزات کافی زدم. نیروهای مخرب ما از توپها، تانکها و هواپیماهای جنگنده آماده برای ویرانی و کشتار هستند. من تمام نقشه‌های دشمنان را میدانم. آنها خیال میکنند من از پشت کوه قاف آمدم و شما خیال میکنید من آدم عرض مفزنیم، ولی وقتی همتون از بین رفتید اون وقت میفهمید من کی هستم. هرچند که این اسیانهای بشر مرا در پیشگاه خداوند موجب روز بیدیست، لیکن نمیدانم از چیز که مرا یارای دیدن نیست. ای خدای بزرگ، آیا این موجود خرابکار همان انسانیست که در اون نهال اندیشه را نشاندی و اشرف مخلوقاتش خواندی و مرا نیز به خاطر سجده نکردن بر او از درگهت راندی؟ آیا هرگز میپنداشتی که اشرف مخلوقاتت این چنین غافل و سنگدل باشد؟ مگر این انسان خاکی را هستی ابدیست که چنین جاودانه گریزان از ابدیست؟ نه، دیگر مرگ جسم خاکی و آلودش روح مرا تسکین نمیبخشد. باید چاره ای اندیشید تا روح و جانش فرمانبر مطلق من باشد، و میدانم که هیچ یک از شما توانایی آن را ندارد که در این راه مرا جاری کند. ولی من میکنم اجدت اشتان، البته نه با این شر و این شکل گراشه، نه با این هیکل نشناش که اینجا شو وسیلش فقط این شوژن و این شاغوی کنده، یا که این اسکلت پوک مشه دوک با این فلوت ناکوک چه کش و گور میزنه. حضرت اوشجا،
اگه راشتاشی بخواه کارا بره پیش، دو سه تا دختر خوشگل میخومش پجدت شرکار با قر و قنبیل بشیار که از میون صدها زن و دختر فقط از طریق کنکور، نه با پارچی و باجور، نه اونجور، نه اینجور. بیان بر سر کارو بشن آشیشتان بنده. ولی احضر دهی هست خفشو جاهل و نشناس که استخدام اشخاص به هر صورت و هر شک به کلی شده ممنوع به جز کارشناسان. بابا جون مورد استدعای بنده همه شون کارشناسن، نه تو یک رشته. بله رشته بسیار، همه واقف بر کار که دارای دو صد دائیه در فسخ و فجورن و از مرحله دورن. ببینم حالا این مخدرها جون از نظر شکل چجوره؟ یکیشون اومده اینجا دم در منتظره، هشتو چه پنهون، بهشم گفته بودم یه کاری باشد می تراشم. یارو هم بابت این کارگشایی یه چیزم داده به چاکر که میگن بهش پول چایی. ولی این پول حرام است. چرا؟ تدها مرض شبه جزام است، به من نصف شرط کن که حلالش بکنم. زحمت بی خود میکشی، این دفعه کار جور نمیشه، تو به میری باجور نمیشه. یارو قمارخونه داره، پولش هم اسمش شیتیله، پول شیتیلم که حلالی نداره. بها اوه بهه، مگه ما اینجوری هستی؟ اصلا از اول این کار غلط بوده، چه حقی به دخالت به حدود و حرم دایره مستقل کل وزارت؟ چی شده؟ هیچ نشده حضرت ابلیس، آشیشتان حقیر اومده خدمت برشه باشه اون کار. کدوم کار؟ همون دستور شرکار. کجاست؟ پشت دره. به که دمش گرد، چقدر شوخه به فضل و هنره، از همه هم لوتی تره. خدای زشکاری های عالم، مگر این جان نثار ناستوده به کار خیش کوتاهی نموده؟ شقاوت کی چمن جنگ آفرین است؟ کجا ویرانگر سطح زمین است؟ همون شیناب کابه نار سامان که باید شرمگیر باشی ز شیطان. تو خونخاری ولی هرگز نشون من، تو نگذارم بمارد زندگی تران. جنایت می فرودد آتش جهر، شقاوت کرده دنیا را بخون رد. امان نسل بشر کی در امان است؟ ولی صفاق چه من صد چنار است. زمان فرعونی که شهرتش دنیا گرفته، نرونها پرورش دادم به دنیا که نگذارد پس از خود هیچ بر جا. سخن کم گوی از استادی خیش، ز تو کاری نخواهد رفت از پیش. مرا از بین شاگردان بسیار که خود هستند بس صفاق و خونخوار، یکی در نزد من باشد گرامه، چون هم هست آتیلای نامه.
این بود آنچه را که میخواستم و انجام آن را نمیتوانستم و حال که شما هم خواستید و انجام آن را به بهترین وجهی توانستید از شما متشکریم. بچه ها 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 متشکریم. واقعا متشکریم از دل و از جان. خیلی هم ممنون. جنگو ببره مخلطتون مفتقره. یاوه نگو قفی نیاد دعوا فقط کای خره. نقش شرابی که میگن در همه جا معتبره. شهوت اینجا و مقام دشمنی جونه بشری. حالت خونخواری من با قصد ستا خطره. موکرتم کتا بیانش اجه کلم میپره. پس بگی یارو که حالا چه وقت تو بوتشره. صحنه ی روز محشر خره تو خره خره تو خره. در تو بلا تو سر من عشق نکن خواهر من. مشکی بیزاشتم تو بشی یک دسته شو همسر من. اون یب و یب کن تو بیاد ببه چون شکای من و که چه گوغا میکنه ناز تو با عدد من. چه دو چشم تو با بزاری من سامر من بر شده از مستی تو جام نشاط آور من. بکش کنار این دختره مال منه بالاخره. صحنه ی روز محشره خر تو خره خر تو خره وقت قره. هشدار ای بندگان ناسازگار و ای مریدان کژرفتار. شما را نخواستم تا با یکدیگر کنم هم جوار. زیرا هر یک از شما را وظیفه ایست بس دشوار. نه بر خویشتن بلکه بر انسان فراموشکار. شایها احشان ای ملک الفسق جهان ای به فدایت سر و جان. نیست شبم گر که شود خاطرت از من نگران. گشته من در همه جا در تن هر پیر و جوان. خاطرت آسوده که می مود شده در آدمیان. من که کلافه شدم از مردم این دور زمان. دوره با نفسایی رفته دیگه امن و امان. نقش من افتاده دیگه در تن و جان همگان. دشنه از پشت میزنن بی خبرن از جرایان. صحنه ی روز محشرم خر 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 تو خره. و علیکم آقا شیطون. ما همونیم که میگن هیچ کسی باختش رو ندیده. چاکرت خیلی کسا رو گزیده. آخه چه دایه خیلی هم آسون و فاری مردم رو بریده. ممکنه کارتا رو چیده. سینه ی مردم هم با چاقو داریده. بازشون شراب خریده. رب دایه دون پشیده. قصه ی لیلاش رو شنیدین. اما یارو کم میگفتن به خودش خیلی مینازه. فلکم بهش میبازه. یه اومد به خودش دید که رو خاکستر. جا هم تر از بچه خبر نی. میبینم شهوت این کار رو نداشته. چرا داشتش اما خاجید نگذاشتش که کمر راست بکنه. آخ آقا شیطان اگه راستش رو بخوای کارای دنیا همه جونه تو قماره. میگه نه کاری نداره اینو ثابت میکنی. همو اول که آدم پا میگیره روی زمین جا میگیره بسته به شازش که چی بارش میکنن. اونو پیاده میبرن یا که سوارش میکنن. اکه یه جو شانس آدمو این رو به اون رو میکنه. دستش رو زود رو میکنه یا که به عرشش میبره یا که زور رو فرشش میبره. کار قمارم همینه. مهره اگه خوب بشینه جون شما حق نداره. با این همه صرف ندارن. پس تو قمار باید با کیه؟ وقتشو بردش یکی. واسه قمار مال منه. چون که حاجه توپ میزنه. توپای کاری که صداش در نمیاد. توپای ما عرب جنگی نمیاد.
میخواد تا بمیره دنیا زره این توفم بذار. شراب تو خون داری مگه؟ بمب اتم داری مگه؟ جاذبه جنسی فقط بمب داره. انواعی بمب ها رو زمین بسیاره. توپ بزنیم بمب کدومه؟ توپ که جونه کلومه. یه توپ بلوف نماد داریم، یک بلوف بجا داریم. اینجوری ما توپ میزنیم، همه چی رو افا میکنیم. یاروی اول پولاشو رد میکنه، پول نباشه کارای بدبد میکنه. هرچیشو خواستم جون تو حرف نداره، زندگیشو حتی رو این کار میذاره. اب پول شیر بچه ها تا پول نسخه و دوا نستونیا مال قمار بازست. این که حسادت نره، چاکرت عادت نره، یک زیاد گوش بکنه کارای اصلیشو با این حرف فراموش بکنه. دنیا قمار جون تو، جنگ قمار جون تو. همون اول که آدم گفت که ما نیستیم مثل هم، خیلی چیزا اومد بیاد، اصل بقا اصل نجات. دیب با این حرفا نمیشه رفت توی کار اقتصاد، کمیابی رو چه نم از خودش پس نمیداد. جنگ و علم کرده نرم، کار تجارت رو کشاید. آره سر بچم بخاره. دنیا قمار بازی میکرد، گاهی کم و گاهی زیاد. بعدا دیگه راست نمیشد، شیرا دیگه ماست نمیشد، هرچی که میخواست نمیشد. آخ همه سر دورای بانو، به مغرب تا ویتنو. تو سر تو سر این دنیای خاکی واسه هم خواب میریزن، اما نبا پول با آدم بانک میذارن. این که کشنده است. نداشم اسباب سرگرمی و خنده است، اما با این همه تک خالا بیسه اوستا. تماشتون شد غیرت هیچ وقت همیشه بیست اوستا. این دست من چنده دست و پا تا بکش خلاف ادب نباشه، این بی ادب با صرف بزنه. بانکو بذار اینجا. بانک دیوه چوقه، هر کی ببره نوش جون گواراش. اینم یه کارت تیم. داشت با جان بگم برو از خوده. بگو جون برو از خوده. برم از خودم. بیست اوستا برنده. مال خودم هم یه آسه که تو آب شیرین خوابیده. این چیه؟ نالو جدول ضربش چی میشه؟ نه آس میشه بیست. بیست اوستا برنده. بس به حساب جاریه بانک ملی سازا. نه به خوشگل شانس. من نمیدونم این همه آسه ها کجا. اگه عمری باقی باشه این سخت نمیفهمی. تو به جام ببینم نفهم. قصدش نخور حاجین، اینجا نشسته. عرض کنم که اول کارت خودت بگش. آمد داشته کلک خدایا خود این کلک. اینم کارت از خودم. حالا بانک عزیزه تو بذاری اینجا. بانک عزیزم آقا داشتم الان یه بیسیه که خوشگل بیارم که کف بکنه. بانک جمع مجموع 400 چوقه. تو هم پولت بذار کنار این وسط. چشم اینم 400 چوقه عزیزت. حالا برو واسه خودت. آخه آدم باشور رفتمی مثل تا رو 18 میخوابه. به عقیده معتقد من این کارتم بگیر. بلش من این دفعه دیگه کور خوندی حسین کرک. این دفعه دیگه اوستا میشه زن اوستا. برو از خواهید ورقه تو بکش. بنام ببینم تعداد این چند داره. دلوتا. 18 تا کم داره. مقدار این چنده نکنه چند تا؟ این لوتا. این چهاره چنده؟ چهار لوتا دیگه. چهار و پنج ندارم. وقتی با هم جدول ضربه جمع بشه تفریق کلش میشه نو. اینم یه دونه آستا که مال بنده است، پس بیست اوستا بلنده. حالا نقاط هست درنده حسین کلک. های عربای پدره نوبت منه. این تو ببریم دیگه اون تو ببریم نیست. از کدوم تو ببری؟ حالا نشونت میدم بانکو تو رد کن بیاد یلم. بانکو دوت باش کارت بده و فرما اینم کارت. یا شانس بیا و بیستش کن جانمی. بگذار آزاده کوبیدم آزاده بی کلم جانمی. اسکناس گرفتار تکمیل بانک و تکمیل شما. تکمیلات بفرما اینم تکمیلات. فراموشت که نشده غیرت هیچ وقت همیشه بیست اوستا برندن. حالا شدی یه آدم نادر فهمیده و ناحسابی. این که خود نوعه از افبار پایانش معلوم بود. اینم آس و اوستا کلکش دارده. قبول نیست و کلک زدی لایه کشیدی. همون افتا 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 دیگه قبوله. جر نمیزنی. Thank you.
به تو ندانه. خب باشه، 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 خب زدی ضربتی نوش کن. مره من نوش کنم، من پولم دستم رها کن، رها کن، اینم رها من پول این رو بدم. خیلی خوب، تو چی میخوا؟ پولم پول تو رو خواه. خیلی خوب، دعوا کن نوکرت هم هستم، فقط پولم هم بخواه. پول میخواه چیش بدم؟ بفرما این پیشقص این رو بدم دیگه. پولم رو بس بارش کن، پولم رو بدم. من که دعوا رو فنن دارم. پولم رو بدم. چلو نه، یه حوصله ندارم. نه، فیلم بازی میکنه. فیلم بازی میکنه. آره، چون رو بگید. فیلم چیه؟ آخ، از چلو نامت از چلو میزدی. خب، بگو نه. تو چی میخواد؟ پول میخواد. پول نو میخواد. پول ایران پول. دبیر آبا، پول رو بکن. پول توری. وای، ببینم. سرزمین بلخ همکنون تشریف فرما می شوند. آزاد آزاد، ببینم خیمه و خرگاه چرا انقدر توش کور و پوده؟ جال رقاصه ها بخونن، خوننده ها برقصن، نوازنده ها به جنبانن که هوا خیلی پسه. سود باشین که احتیاج زیادی به قرهای مصنوعی دارم. یعنی چه؟ این چرا سوژه ای حرف میزنی؟ ما این پرده رقص نداری که آخه نفهمیدم رقص مالی پرده پنجمه. چه خبرته؟ آخه یه خود زبون سیمرغ بگی بذار دهن شترمرغ کروکت هم بکش. خود من خواص صحبتم و میفهمم که دارم چه غلطی میکنم. بیاین. چی بیاین؟ بیاین. خودوار داری؟ هدایت شوم، چند نفر جاهل کلاه مخملی اجازه حضور می طلبند. بسه، بارو بیرون که حالا ما به هم زدی. ببینم چی گفتی؟ جاهل کلاه مخملی؟ بگو کلاهاشان را بردارن و اجازه دخولشان را مدخل شوند. اطاعت کن. بفرمایید. شما کی هستین؟ چند تا پدر مادر دارین؟ از کجا خدمت بنده تشریف فرما میشین؟ هرچی چیزی نداریم ما. بیشتر خدمت من عرض معارفه بکنین. قربانت گردم، خودتان را به کوچه علی چپ نزنید، پولها را به سلفید، وگرنه به زور کت مبارکتان دستن نازنینتان در خواهیم آورد. قربانت گردم. 20 اوسا برنده است. بله قربان، 20 اوسا همیشه برنده است. آفرین. فوراً بده این سه نفر را به جرم بی احترامی که به بنده مرتکب ارتکاب شدن از قید تنفس آزادشون بکنن. برای چی؟ و به هر کدوم منهای اولی به علاوه سومی 100 ضربه کمربند از بابت بدهیشون به حساب حسین کلک‌انداز معروف به حسین بردار و برمان به زیبایی اندامشون بزنن تا دیگه هر آدم بیشعور و فهمیده نتونه در حضور بیشعور ما اینطور خیالاتشو جتارت بکنن. در زمین این ستا گردن کلافت رو میبندیم به ستا تیر کلافت با تناب مفت خیلی جسم و جفت، همونطور که بنده گفت به اعمال جزای مکافاتشون مجازاتشون کنیم. اهای جلاد پرابورو. این گردن کلفتای متوازه را به حساب این جانب بکسرشون کنید تا بعدن خودم حساب شما هارم برسم. زود باشه. آه که باره نکرده. باره که همینه. خواهی چه خاکی به سرم شد. بسیم شفا خون باش کرده. آه بسره که ما فلنگ چیم و بخوری ما گرده. باره که همینه. باره که همینه. هایی سرم دکتر امشه منی بیرون میکنه.
مگه بلادش باز زعفران دم کرده کنه که گالاتونو تا بلا گذاره چرشو نگاه کن این موتور عبدالی پیش براش هرد شده آقا باسی مونده تا یه شه آره. ای جونی خودم آقا جاهل لبیه یه منو ماچ کن تا دادی که ساکن چشا چرا عین اون قمر تفنایی به دور گردش گله پرج میگردی آقا مکن یا خود تارمان آقا جان یه دقیقه نگردان از تمنا خواهش میکنم باید نه این به درد بی درمون خودته باز یه خوب علکیشو پیدا کنم خوش خوب بیا میدی یه دقیقه اینا به من میخواد چی که؟ من قصه عوضی ندارم دوزی کردی به پایین تو جاهل بدی هستی و خاکالم من هنوز ترک باشم جاهل نشستم نده بشینم چرا این سرانی بیشو بیبیل قول بیشو خودو بیشو دارتشو نگفتی از قیافه پیداست که واقعا دارتشو نگفتی خودشه این همون انسانی است که در تمام ادوار دنیا وظیفه‌شو نسبت به من خوب صدای خونوادگی بود برمان برمان بینه آتی بازم که دومنه داب رفته قرص بشه نیافتی واسه چی اومده بودی تو خیابون دختر؟ برای چون میگشتم که نسخه مادر رو بپیچم مادر؟ مگه چطور شده؟ حالش خیلی بده چرا زودتر نگفتی که مادر حالش بده؟ چرا زودتر نیومدی عقب من؟ با چون میدونی من همه همین دوره برام پلاخ زودتر نیومدی دنبالم تو همینجا پیادشی ها نسخنم بده من خودم بیدی چه همون مثل برق میارمش خونه با تاکسی بریم من چه پول ندارم سرابش بده زود بیارم اومدم این که مال حرومم به مزاج ما سازگار نیست از کردم با خدا آخش جان
کار کوچیکی دارم میرم برمیگردم. حساب میز مامانه یه وقت حساب میز نکنه دلخوشم بشه. فرما باش برمتی برو اونجا که خواهم نباشه. سلام علیکم خانم خوشگله خواننده بزرگ کاباره خروزخندی. خب ببینم از اینکه خیلی غم و غصه داری به نظرم خیلی دمم نکنه واسه اینکه هیچکی واسه خوندن کف نزده دلخوری ها؟ من همیشه تنها تو لاک خودم اما با کسی هم کاری نهارم. اولندش بفر میبینم اسم مبارکی تو چیه؟ خودتونو معرفی کنی؟ اسمم سوسنه. خب گوش کن سوسن خانم، من نمیدونم چرا تا شما رو اون بالا دیدم و یه ها حواظ کردم بیام با شما یه گلاس مشروب بزنم. ول خرجی نکن جوان، جوان مرگ میشی. چه کنیم دیگه، ما این ریختی بار اومدیم. خب چی میخوریم بگم بیارم؟ اکی شما مردا وقتی چهار تا گلاس آرق میخوریم نمیدونم چرا یه مهربون میشی. واسه اینکه خیلی ناراحتی. دوست داری عوض اینکه اینجا بشینیم بریم بیرون یه خود هوای خنک بخوریم و چند نفس عمیق بکشیم؟ دو تایی با هم دوست داری؟ اگه تو آخرش وایسادی باشه. وای میسی ما هم وایسادی. های گارسون بی اینجی ببینم بابا. بله قربون. گوش کن چی میگم، حساب این میز رو جمع میکنی با میز آقا ابرام، میبری پیش آقا ابرام، از آقا ابرام نقدم میگیری، اینم انعام خودت. از آقا ابرام هم بگی یه خودت اون وقت آقا ابرام نرفته بچه هم قربون قدرت برم ده بار آقا ابرام رفت بچه هم تو سخم در خروجی از این طرفه از این بره. بفرمایید قربون صورت حساب. قربون حساب میزم گفتن از شما بگیرم. چون تو یه ساعت التماس کرد که امشب به این کافه چونه گذشته رو بده. خیلی نلوتیه کنم میترسم آخرش خودم سجلش رو باطل کنم. سریف جار بتم برمالا نگردش. حساب ما چقدر میشه آقا؟ 4 تومن 8000. 4 تومن 8000 بفرم. اینم یا 5 تومن 2000 شما خوده. مردم اگه هر رنگ کالافتی خواجهات خونه تو همینجا. یا الله آخ ایش بپشون بده بپشون بلش چیه بیا چیه من جنده دی نه میدونی نمیدونم امشب چرا انقدر دلم هوای مشروب کرده. چیزی تو دستگاهت هست؟ نمیدونم باز تو کمدم داشته باشم. پس یه نگاهی بکن. آخه من شما وقتی تنها اینی که دارم میافتم مشروب میخورم تا به کلی دردامو فراموش کنم. آخه اینا که یه خورده توشه. اینطور که معلومه تو زندگی انقدر غم و غصه داری که هرچی مشروب داشتی همش خوردی. خیلی نداره جیگر، همین نزدیکی یه اغزی پروشی هست الان مستد میگیرم. بازی به زحمت شما نیستیم خانم. اختیار داری. خواهش میکنم خواهش میکنم غصه رو کفن کردی، اگه بخواد دست رو کیفت بکنی مرگ تو دلخور دلخور میشم. یه پنجه چوقی بس هست یا نه؟ بس تعارف نکنی. قربون دست تا چند دقیقه خدافظ جلدی میرم و برمیگردم. جلدی برگرد جمالت تا نوکرت هم خام فعلا ما این یه تای رو بزنیم. به به عجب عرق جالبی ها. تو زندگی لوت میخورن و هیچ که از روزگارشون خبر نداره. چه ای فلک کچمدار تو چقدر بی وفا و بی صفتی. دیدی چه زود برگشتم. بفرما این دیگه چیه؟ اینه این چیزه، این یه قوطیه آخه من یه پسر دارم.
چی؟ من همه چی رو خودم فهمیدم. ببینم باباش کجاست؟ 6 ماهه که منو با این بچه تنها ول کرده و رفته. ناکس. خیلی خوب، قصه نخواه. فعلا برو بچه رو ساکت کن، واجب تره. منم شیرش رو درست میکنم. برو بابا. چی پسر خوشگلم، گریه نکن گربونت برم. یه دقیقه ساکت باش، مامانت مهمونی داره. آفرین آفرین به تو خوشگلم. چی پسر خوشگلم، گریه نکن گربونت برم. یه دقیقه ساکت باش، مامانت مهمونی داره. آفرین با اجازتون، چون مشروب فروشی ها دیگه تعطیل شده، ما این شیشه رو با خودمون میبریم. مگه شما قرار نبود اینجا بمونید؟ نه نه دیگه، با اجازه شما زحمت کم میکنیم. خداحافظ شما. یا حق سب کن، تو یه جوان من مثل یه ستونی هستی که یه آدم خسته بتونی بهش تکیه کنه. اون ستون ولی نگهدارت باشه. سفارش کرده بودی مریم جون؟ من که هیچی یادم نیست. باری کلا گلی به گوشه چمان ایتا دفته که مادر مریضه و قرار بود نسخه‌شو به پیچی بیاری. حفظ نسخه و دوا رفتی شکمه تو پر از عرق کردی. آقا حالا چه اینقدر داد میزنی؟ حالا میرم میگیرم. اما راضی من که دیگه پول ندارم. لابوتی فمه این معلوم الحال چه واسه سیر کردن شکم خودش دست به هر کار پستی میزنه پولاتو گرفته. آره؟ خب حالا حال مادر چطوره؟ بریم بهش بگیم که من خیلی نوکرتم. مخلصتم، فقط همینو بلدی؟ تو یه حیوان هستی، از انسونیت هیچ بویی نبردی. یه عمر با بیدردی و کلک دست از زندگی چستی. مادر بدبختم چشمش به در اتاق سفید شد که کی تو براش دوا و میوه میاری. اما تو مثل یه حیوان وحشی پشت پا به تمام مهر و محبت توی مادری زدی و بوغ سگ مست و پاتیل اومدی خونه. فکر هیچ و هیچ کس بس بسته دیگه مرگم. انقدر به من سرکوف نزن. آخه من چطوری میتونم فکر شما نباشم؟ حالا جواب مادر مریضتو چی میدی؟ آخه اینه
چرا نمیان تو اتاق؟ آخ که برم مادری که عمرشو به پای بزرگ کردن تو گذرونده، مادری که با شیری جونش تو رو بزرگ کرده که یه همچین موقعی بهش کمک و محبت کنی، چی میخوای بهش بگی؟ میخوای بگی دوات یادم رفت یا پولامو خرج این اون کردم؟ تو کثیفی، تو بیشرمترین مرد روی زمینی. من ننگ دارم که اسم تو رو برادر بزنم. بس کن دیگه. من بس نمی کنم. سر سر من میخوام تو رو به خودت بشتم. بس سرگم. آخه تو از جون من چی میخوای؟ چرا اینقدر سرکوف به من میزنی؟ از کجا من اینقدر کثیف و بیشرم میدونی؟ به جون مادر اگه غیر از تو کسی دیگه این حرفا رو به من میزدم سرشو بزنم. چی شده مادر؟ مرگم بده مادرم از دست رفت. مادر جون فکرت ما کن، من از خودسه حالا چه خاکی به سرم میریزم؟ خدا یاد چرا باز من انقدر آدم بی فکر و خیال باشم؟ مادر بلند شو، مادر بلند شو، تو رو خدا بلند شو. خدایا اگه قراره که مادرم بمیره من جون منو بگیر. بازا گر کافر و گرچه بت پرستی، بازا این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر تو به شکستی بازا. خدایا ای خدای بزرگ، تو را به حق مقربین درگاهت قسمت میدم مادر من ازم نگیر. من قبول دارم که یه بنده یه گناه کارم، اما تو دریای رحمتی، تو دریای بخشایشی. اگه مادر من بمیره اون وقت من دردمو به کی بگم؟ من مادرم به این روز انداختم، من قاتل مادرم هستم. قسم بخورم که از این به بعد دست از تمام کارا بردارم و زندگی سالم و با شرافتی رو شروع کنم. تو این سیاهی شب، تو این سکوت و تاریکی، من غیر از تو هیچ کس رو نمیشناسم. تو این که توبه یه بندگونت رو قبول میکنی، تو این که طبیب هر دردی، با دلی سوخته و وجدانی پشیمون رو به درگاه تو آوردم. از تو طلب رحمت میکنم، من فقط تو میشناسم، من مادرم از تو میخوام. ای خدا به مرحله کمال و تمامیت نفس نائل می آید. چه بسیارند حوادث و رویدادهایی که در فاصله تولد تا مرگ فراراه زندگی ما پدید می آیند و ما را پای در بند و ناآگاهانه به ژرفنای مهیب گناه و گمراهی سرنگون می سازند. ولی بازگشت همه ما به سوی خداست، خدایی که قادر است و تواناست و اوست که بخششش بالاتر از همه گناهان ماست. خوشا به حال آنان که توبه کردند و به سوی خداوند روی آوردند. شرمنده از آنی که در روز مکافات اندر خور عفو تو نکردیم گناه. نفرین و لعنت ابدی بر شیطان آمد.